گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، 11 سال از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در ایران میگذره. سوال: چرا حاکمیت همچنان اصرار داره بر ادامه این وضع؟ البته باید در نظر داشت که بین رفتاری که با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از یک سو و مهدی کروبی و همسر او در سالهای گذشته در این 11 سال صورت گرفته، به هر حال تفاوت‌های جدی وجود داره. خب همسر آقای کروبی خیلی زود از حصر خانگی خارج شد، خود او هم دیدارهای مرتبی داشته، هم یعنی در منزل خودش، هم تونسته در مواردی به ویژه مثلا قبل از انتخابات از منزل خودش خارج بشه و با کسانی در بیرون دیدار داشته باشه. آقای موسوی و خانم رهنورد البته چون این وضعیتی رو نداشتن، خود این تا حد زیادی میتونه نشان دهنده همین دلیل حصر خانگی این افراد باشه. بیشتر ماجرا بیش از هر چیز دیگری امروز بعد از 11 سال که اساساً جنبش سبز دیگه مسئله اصلی در جامعه نیست یا خطری رو متوجه حاکمیت نمی‌کنه و یا اصولاً اون شیوه اعتراض مورد نظر مردم نیست و طبعا رهبران اونها هم چون این جایگاهی رو که در گذشته داشتن ندارن، به نظر میرسه که بیشتر کینه شخصی علی خامنه ای و دیدگاه شخصی اوست که باعث شده که این حصر تداوم پیدا بکنه. به نوعی نمیخواد بپذیره که تصمیمی که در اون زمان گرفته و قضاوتی که در اون زمان کرده اشتباه بوده و امروز بعد از 11 سال به این نتیجه بخواد برسه که او رو مثلا بیان این تصمیم شخصی رو لغو بکنن. اگرچه گفته شد از طرف شورای عالی امنیت ملی بوده، ولی در صحبت‌های چهره‌های مختلفی از جمله از طیف اصولگرا این نکته تقریبا در این سالها مهرس شده که دلیل اصلی حصر خانگی این سه نفر و به ویژه آقای موسوی و خانم رهنورد شخص خود علی خامنه ایست و دیدگاه های شخصی او و آنچه که به هر حال سوابقی که بین این دو وجود داشته. میدونید که در دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای و نخست وزیری آقای موسوی اختلافات جدی بین اونها وجود داشت و در اون زمان آقای خمینی از میرحسین موسوی در مقابل علی خامنه ای حمایت میکرد. مجموعی این مسائل فکر میکنم که اصلی ترین نقش رو در تداوم حصر داشته. آقای برزگر، میون صحبتاتون به مردم و مطالبات مردم اشاره کردین. قبلا در تجمعات و اعتراضات آزادی این افراد و پایان دادن به حصر در میان مطالبات مردم وجود داشت. چند سالی هست که روند مطالبات به نوعی عوض شده. آیا مردم عبور کردن از مسئله سران جنبش سبز و حصر اونها؟ ببینید، فقط مردم نیستن به گمان من. حالا از بین این سه نفر مهدی کروبی خب به نوعی رجعت کرد، به نوعی بازگشت به چارچوب جمهوری اسلامی و دعوت به مشارکت در انتخابات کرد، کاری که میرحسین موسوی نکرد. به هر حال میرحسین موسوی باید در نظر بگیریم، البته او نخست وزیر دهه 60 بوده و همین صحبت هم تا همین حد که میکنه نشان دهنده به میزان و شدت بازنگری است که او در مسیری که پیموده و عقاید پیشین خودش داشته. او کشتار دیماه 96 و آبان 98 رو به هر حال به نوعی به کشتار شاه در پیش از انقلاب مقایسه کرد، هرچند که در قبل از انقلاب هرگز وسعت کشتارها مطلقا به اندازه همین فقط این دو دوره اعتراضات آبان و دیماه نبوده در مجموع. اما به هر حال آن چیزی که اتفاق افتاده این هستش که شاید در واقع اعتراضات سال 88 آخرین اعتراضات عمده‌ای بود که در چارچوب ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت و هنوز مردم بر این باور بودند که حل و فصل منازعات سیاسی در ساختارهای موجود از طریق در واقع پس گرفتن قدرت از اصولگرایان و واگذاری اون به اصلاح طلبان قابل انجام است. اما روند حوادث نشون داد که چون این امری در واقع دیگه ممکن نیست و مردم به اون اعتقاد ندارن و عبور کردن و این اتفاق از دیماه 96 افتاد و زمانی که در واقع همون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، در واقع اونجا عملا به جنبش سبز به پایان رسیده بود در خیابان ها. اما در
ایده افراد هم در نگاه افراد هم اونجا به پایان رسیده بود، برای اینکه جنبش سبز در نهایت یک جنبش اصلاحی بود که به دنبال یافتن رأی در صندوق‌های رأی و انتخاباتی بود که جمهوری اسلامی برگزار می‌کرد. از دید نقش در واقع این تقابل و این شکاف و دو قطبی کاملا منسجم شده، شکل پیدا کرده و معترضان در واقع خواهان تغییرات بسیار بنیادین و رادیکال‌تری هستند که از اون در واقع به عنوان تغییر رژیم سیاسی یاد کرد. ممنونم از شما جمشید ورزگر از اینکه با ما همراه بودید.